سلام، من شهریار هستم. اینجا پارسی تیوی با برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این دفعه در رابطه با به حبس محکوم شدن ترانه علی دوستی در این روزها. پیشاپیش مرسی از اینکه پایین همین ویدیو کانال ما رو سابسکرایب میکنید و دکمه زنگوله رو فشار میدید، صرفا جهت اینکه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. ترانه علی دوستی با شکایت معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا به 5 سال زندان محکوم شد. اتهامش توهین به نیروی انتظامی است. کاوه ایراد وکیل ترانه علیدوستی با اشاره به انتشار خبر محکومیت موکل خود گفت استدلال دادگاه این گونه بوده که در توییتی که خانم علیدوستی به همراه فیلم منتشر کردند از کلماتی استفاده کردند که دادگاه این کلمات را توهین به ماموران نیروی انتظامی تلقی کرده است. وی ادامه داد دادگاه این کلمات را توهین دانستند و موکل بنده خانم علیدوستی به 5 ماه حبس محکوم شدند که البته این حکم 2 سال تعلیق شده است. او 11 بهمن 98 احضار شده بود ولی با قرار کفالت آزاد شده بود. حالا حکم حبسش ابلاغ شده و 2 سال تعلیق دارد. ترانه علیدوستی بازیگر سینما و تئاتر، متولد 22 دی ماه 62 در تهران می باشد. وی فرزند حمید علیدوستی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و از مربیان کنونی فوتباله. مادر وی نادره حکیم الهی سنگ تراش و مجسمه ساز می باشد. و یک برادر نیز به نام پویان علیدوستی داشت که در چهارشنبه سوری سال 83 او را از دست داد. او با بازی در فیلم من ترانه 15 سال دارم در سال 80 با اینکه اولین تجربهش در سینما بود تونست به خوبی بدرخشه. در دوره راهنمایی 2 سال در هنرستان موسیقی تحصیل کرد که کلارینت و پیانو میزد. در دوره دبیرستان مشغول تحصیل در رشته علوم تجربی بود که در کلاس‌های بازیگری آقای امین طارق ثبت نام کرد. سال 79 از طریق همین کلاس‌ها برای بازی در نقش ترانه پرنیان در فیلم من ترانه 15 سال دارم انتخاب شد و با بازی در این فیلم وقفه‌ای در تحصیلاتش افتاد که سرانجام در رشته کامپیوتر دیپلم گرفت. خانم علیدوستی متأهل هستند و چند ساله که با آقای علی منصوری ازدواج کردند. وی یک دختر نیز به نام حنا منصوری داره. چندی پیش شایعه ای مبتنی بر جدایی و طلاق ترانه علیدوستی منتشر شده بود و شایعه شده بود که وی قراره با مانی حقیقی ازدواج بکنه، اما ترانه علیدوستی این اخبار رو تکذیب کرد. اینستاگرام ترانه علیدوستی یکی از پرفالوورترین اینستاگرام های ایران می باشد. علیدوستی به زبان انگلیسی مسلط بوده و مترجم ادبی است. او جایزه ادبی پروین اعتصامی رو در پنجمین دوره برگزاری آن در قسمت ادبیات داستانی با ترجمه رویای مادرم تألیف آلیس مون رو کسب کرد. خانم علیدوستی میگه من در تلویزیون بازی نمی کنم. 12 سال هم هست که بازی نمی کنم چون معتقدم یک خیانت فرهنگیه. قبلا هم گفتم انتخاب کردم. حتی سریال های سطح بالاتر ما هم نهایتا دستخوش یک جهتگیری بیمورد در پخش میشن. من کسانی رو که در تلویزیون کار میکنن قضاوت نمیکنم، ولی مردم حق دارن قضاوت کنن. ما در این جایگاه قرار داریم که قضاوت شویم. او برای بازی در فیلم من ترانه 15 سال دارم جایزه سیمرغ بلورین 20مین جشنواره فیلم فجر، جایزه نخل زرین از 3مین جشنواره اجتماعی آبادان، جایزه منتقدین و نویسندگان سینمای ایران و همچنین جایزه بهترین بازیگر زن از 55مین جشنواره فیلم لوکارنو سوئیس رو دریافت کرد. سال 79 و 81 دوره فیلم نام نویسی در کلاس های حوزه هنری گذران. او تا سال 82 در فیلمی حضور نداشته و بیشتر به علایق دیگرش مثل نوشتن و موسیقی پرداخته و سعی داشته وارد دانشگاه بشه. ترانه علیدوستی با شهاب حسینی چندین تجربه همکاری مشترک داشته، از جمله فیلم فروشنده و سریال پرطرفدار شهرزاد. او گفته شیرین ترین لحظات بازیگری رو در کنار شهاب حسینی سپری کردم. همچنین شهاب حسینی نیز گفته که ترانه علیدوستی بهترین بازیگر زن سینمای ایران قلمداد میشه. اما اوج شهرتش، شاید ترانه علیدوستی رو تا قبل از حضور او در سریال شهرزاد خیلی ها به خوبی نمیشناختن، اما حضور او در سریال پربیننده و پرطرفدار شهرزاد به کارگردانی آقای حسن فتحی در نقش اصلی آن سریال یعنی شهرزاد باعث شد به خوبی بدرخشد و دیده شود. از خانم علیدوستی پرسیده شد رویایی ترین چیزی که میتونی در مورد آینده بازیگریت فکر بکنی چیه؟ ایشون جواب دادن آینده بازیگری خودم، به نظر من اتفاقا رویایی ترین چیز اینه که به این شکل فردی به این کار نگاه نکنیم. یعنی من دوست دارم همه همکارانم این کار رو انجام بدن و خودشون رو یک نفر در کار نبینن. رویا اینه که همه بفهمن در جهت یک کار با هم همکاری کنن. از ایشون پرسیده شد پس از این همه سال در عرصه سینما چه چیزی به دست آوردید برای خرج کردن در زندگی؟ ایشون پاسخ دادن فکر میکنم در حال کسب تجربیاتی هستم که اگر بازیگر نبودم به دست نمی آوردم.
به همین دلیل فکر میکنم آرامشی نسبی تو زندگی دارم و میتونم بگم نسبتاً از زندگیم به همین دلیل راضیم. هرچند که سختی‌های خیلی زیادی دارم و به زندگی آسون‌تر ترجیحش میدم. از کارهای خانم علیوسی میتونیم به من ترانه 15 سال دارم، شهر زیبا، چهارشنبه سوری، کنعان، شیرین، تردید، درباره الی، زندگی با چشمان بسته، راز دشت تاران، هرچی خدا بخواد، انتهای خیابان هشتم، پذیرایی ساده، آسمان زرد کم عمق، زندگی مشترک آقای محمودی و بانو، مادر قلب اتمی، استراحت مطلق و فروشنده اشاره بکنیم. در ادامه توجه شما رو جلب میکنم به عکس‌های بیشتری از این هنرمند عزیز و محبوب کشورمون. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات خودتون رو پایین همین ویدیو با ما به اشتراک بگذارید تا ما بتونیم تو ویدیوهای بعدی اونا رو ترتیب اصل قرار بدیم. تا ویدیوهای بعدی، خدایا رو نگهدار شما.